بی خود بزن. بهش میگن نیوتن کانون بال. خواهش میکنم بارتون جان نشون بدین این رو. خواهش میکنم. بله بله ببینید این توپخانه نیوتن هست، شلیک کرده، اول میخوره به زمین، بعد شلیک کرده دوباره، که البته توضیح ریاضی هم داره. اول دفعه سرعتش خیلی زیاد بوده، ببینید رفته در کهکشان ها. ببینید بله بله، اگر ما بیش از 8000 کیلومتر پر سکند اینو شلیک بکنیم پرتاب میشه بیرون، میره از خود جاذبه زمین میره. اما سرعتش اگه درست باشه شروع میکنه دور کره زمین چرخیدن، کمتر از 8000 متر پر سکند باشه عرض کنم که به زمین برخورد میکنه. این پرنسیپ رو اسحاق نیوتن بیشتر از 300 سال پیش، همون زمانی که خیلی ممنون بارتان جان، همون زمانی که نیوتن این کارها رو میکرد و این جهان رو کشف میکرد، در این مدرسه اصفهان، این باقر مجلسی رو دار دسته، میگفتن وقتی نوره رو میخوایم بمالیم، نوره رو باید بیاریم دم دماغ و بگیم 3-4 تا نفس عمیق و فلان دعای منصوب به امام جعفر صادق را بخونیم. و مدت ها بحث بود که البته که کشمش البته در پلو حلال است یا حرام است، مثلا از این هر... یا نعلین زر قوه باه را زیاد میکند یا نمیکند، که البته علما گفتند میکند. اگر میخوای قوه باه زیاد بشود نعلین زر بپوشید، که نعلین زر پوشیدن از سنن مرسلین هست، از جور مهملات میکن. مملکتی که قرنها پیش از نیوتن و کشفیات بزرگ او و دانشمندان اروپایی، آدم های بزرگی مثل رازی و ابن سینا و خوارزمی و بیرونی، اینا کارهای خیلی خیلی مهمی کرده بودن. ما حرکت وارونه کرده بود، حرکت وارونه 300 سال پیش از اینکه موشک به دست بیاد و عرض کنم که جنگ دومی بشود و این اختراعات به وجود بیاد و تکمیل بشود و اینا بتوانن در مدارهای مختلف این اجرام رو بگذارن، نیوتن چنین اندیشید که ما یک توپخانه داشته باشیم که ببریم. عرض کنم که میدونید ما هرچی میرویم بالاتر هوا رقیق تر میشه. اگر ببینیم که این از کنم میخوایم سفر کنیم اینجا به اروپا یا حالا هرچا، یه هواپا میراد به ارتفاع قریبا 38000 پایی، به جهت این هست که اونجا استکاک کم، هواپا خیلی راحت تر میتونه حرکت بکنه و سوخت کمتری رو بسوزونه، چون اگر ارتفاع پایین تر استکاک هوا سوخت بیشتری رو طلب میکنه، چون یک نیروی اضافی رو هم ما باید خونسا بکنیم و اون از کنم که مقاومت هواست. اینها ببرین بالا کمتر کمتر میشه و جایی میرسیم که دیگه مقاومت هوا نیست و اون میتواند آزمایشش رو بیشتر. اینها آزمایش ها در عمل نشد، بلکه اینها تات اکسپریمنت هستن، در اندیشه عالمی گذارد که چنین چیز آیا مؤثر است یا مؤثر نیست و بعد شروع بکنه تئوریزه کردن و نوشتن. یکی از کشفیات مهم نیوتن عرض کردم تجزیه نور بود، نور رو تجزیه کرد و به رنگ های مختلف، تیپ های مختلف دید که تبدیل میشه. این نور سفیدی که ما میبینیم مجموعی از نورهای مختلف با طول موج های مختلف هست که عرض کنم که بر حسب طول موجش به نوعی دیده میشه در چشم ما، به رنگ های مختلف قرمز و نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش، بعد مادون قرمز و ماورا بنفش خدمتتون توضیح دادم. نیوتن بر این بود که نور از ذرات درست شده است. نیوتن به اتم ها معتقد بود، گفت از ذرات ریز درست شده است که پرتاب میشه اینها از منبع نور. هر شبد که یانگ بود، هم عصر نیوتن، او گفت که نور پدیده موجی است و اتفاقا تمام آزمایش ها که کردن تا حدود قرن 20 قبل از کوانتوم وجود بیاد، بیشتر این آزمایشات موجی بودن نور رو به اثبات میرساند و اینها بر این بودن که برای این که این موج، مثلی که ما یک سنگ می اندازیم در آب و بعد موج ایجاد میشه تا برسه کنه استخر، آمده بودن و دانشمندان به غلط معتقد شده بودن که به خاطری که نور به ما برسه به طریق موج، بایستی که یک چیز بین این کرات رو پر بکند به نام اتر، E-T-H-E-R، که این سبب میشه، چون اگه وکیوم باشه که منتقل نمیشه، که البته مایکلسون و مورلی در یک آزمایش بسیار بسیار مشهور تاریخی که سرعت نور رو آزمایش کردن، ثابت کردن که چیزی به نام اتر وجود ندارد و این نور به ما میرسد و آزمایش های گوناگون کردن. این در واقع عرض کنم که این دانشمند بزرگ اسکاتلندی که نامشو بودم در انگلیس کار میکرد، جیمز کلیک مکسویل،
آمد و او هم نظراتی که داد با موجی بودن نور مطابقت میکرد تا عصر جدید و نظره فوتوالکتریک آقای اینشتین و کوانتوم که آمد ذره بودن نور به اثبات رسید. برادلی دانشمند مشهور آمد و ثابت کرد که نور زمینی که ذره است و از ذرات کوچکی به نام فوتون تشکیل شده است، اما بعض این ذرات هستن که به صورت موج هستن. یعنی این مناقشه بعد از 300 سال از میان رفت و موضوع طبیعت نور که آیا ذره‌ای هست یا موجی هست برای همیشه حل شد. زمانی که نیوتن آمد و دید که برای یک چیزی که بر حسب زمان حرکت میکنه یا چی پدیده کم میشه یا زیاد میشه و اینها، ریاضیات قدیم مؤثر نیست و این اینتگریشن و دیفرنشیشن رو اختراع کرد، کلکولس رو اختراع کرد. همزمان با او یک دانشمند داریم که راسل در حق او میگوید که او در واقع سوپریم اینتلیکت آف آل تایم بوده، به نام لایبنیتز، ویلهلم گوتفرید لایبنیتز، که این مرد اساسا تا 30-40 سالگی با ریاضیات کاری نداشت، ناگهان آمد با تعداد ریاضیدانای فرانسه. البته من نقل قول راسل رو تصحیح کنم، میگوید که لایبنیتز was one of the supreme intellects of all time، یا ما یکم مطلقاً گفته بوده یکی از بزرگترین اینتلکت های تاریخ این آقاست که در 40 سالگی آمده است و ریاضی نمیدانسته، در اونجا آمده و اینها رو اختراع کرده. همزمان با یکی دو بار جمعش اشاره کردم، از بس مناقشه قشنگیست و از بس زیبا و هیجان انگیز هست، اشکالی هم نداره که بعد وقت تکرار بشه. گوتفرید لایبنیتز در واقع این مصطلحاتی ما در ریاضی به کار میبریم در دیفرنشیشن و اینتگریشن از لایبنیتز آلمانی است، و چون آلمانی بود و اون انگلیسی بود و اینا مناقشات داشتن و استقاک منافع شد و این حرفا، بعد هی مناقشات دامه زده شده که میخواست دلش بخواست آلمانی اختراع کرده باشه، اونا گفتن انگلیسی هست. اما به نظر میرسد که هر دو کار کرده بودن. بعض کاغذهای لایبنیتز نشون میدهد که اون پیشتر عمل کرده بود. امروز هم این علاماتی که ما در ریاضی کار میدیم علاماتی است که لایبنیتز بنیاد کرد. لایبنیتز شکایت کرد، چیزهای خیلی بد به نیوتن گفت و نیوتن هم طاقت تحمل شنیدن عقیده مخالف رو مطلق نداشت. با دوستانش بسیار مهربان بود نیوتن، اما با دشمناش بسیار خشن بود. اینها همونطور که پیش از این گفتم، آقای لایبنیتز شکایت کرد به رویال سوسایتی آف لندن که حقش رو بگیره. رئیس هم اونجا آقای نیوتن بود. خب دیگه شما نتیجه کار رو میدونید دیگه، هر شاید که، و گفت نه خیر، این کار رو ما اختراع کردیم، اما امروز به نام هر دو هست. اما بیشتر اگر به فرهنگ های انگلیسی مثل بریتانیکا و اینا مراجعه کنیم، ببینید که به نام نیوتن هست، که اونا که در واقع گرایش آلمانی دارن اینها، ببینید که به لایبنیتز. ولی حق مطلب این است که هر دوی اینها جدا از هم، بدون اینکه کسی از کسی کپی کرده باشه، این دو کار شگفت انگیز رو واقعا امروز هم که شما در عرض کنم که تاریخ ریاضیات بزرگان ریاضی، هم نیوتن جزء بزرگان هست، هم لایبنیتز. حتی میخوام بگم که لایبنیتز، وقتی که 10 ریاضیدان رو بخوام بگیم، لایبنیتز هست، نیوتن نیست. اما به هر صورت میگن نیوتن کرده است، میگن لایبنیتز کرده، اما هر چه بوده این ابزار بسیار قوی برای حل مسائل امروز در عمل به دست آمد، در حالی که ما مشغول این بودیم که کشمش آیا در پلو حلال هست یا حرام هست، که البته بعض از علما میگفتن تخمیر میشه و در همون لحظه که این خانم کشمش بذاره ممکن است تا دم بکشه آقا نوش جان کنه، تخمیر شده، الکل تولید کرده باشه. آقا این الکل هم که میدونی حرام است، دروغ چیز خیلی خوبی است، آدم کشی اشکالی نداره، اما الکل خیلی، از الکل فاصله بگیرید، مسکرات است. الله فرموده است که آدم بکشید، آدم فروشی بکنید، اما بعد فروشی اما دست به الکل نزنه، خیلی چیز بدی است. و بعد علما بر این بودن که نمیشود. عرض میکنم که مبالغ زیادی نعلین به سر هم کوبیدند و اینها، نیمکت و لعنین و گوشکوب و اینها که فلان، تا سرانجام یک عالم بزرگی پیدا شد که میشه گفت نیوتن مدرسه چهارباغ اصفهان بود. گفت آقا این کشمش رو سرخ کنی، کشمش رو تو روغن سرخ میکنیم، میزنیم به پلو نوش جام میکنیم، و این مشکل بزرگ علمی هم در اصفهان حل شد.